آمار جانگداز قربانیان در 470 شهر از 181600 نفر بیشتر است. سخنگوی وزارت بهداشت هفته دوم آذر بیشترین میزان بستری در استانهای ایلام، سمنان، اردبیل، یاسوج و یزد در یز، کردستان، اردبیل، خراسان جنوبی بود. نمودار بستری در گیلان، مازندران و گلستان سعودی است. حریرچی وضعیت تهران نگران کننده و شکننده است تا میخواهیم محدودیتی اضافه کنیم میگویند اقتصاد مملکت را خراب کردید الان راه حل همه چیز را رفع محدودیت های کرونایی میدانیم زالی در تهران در 48 ساعت گذشته ترددها نسبت به هفته گذشته 135 درصد و نسبت به سال گذشته همین موقع قبل از کرونا 6 درصد افزایش داشته که در هفته های آتی می تواند موجهای جدیدی از بیماری بر مگان بیاورد. مدیرامل بهشت زهرا در نه ماه گذشته برخی روزها متوفیان کرونایی و غیر کرونایی به نزدیک 400 نفر رسیده است. سال 98 به طور متوسط روزانه 150 تا 170 فوتی در بهشت زهرا پذیرش شده اند. سخنگوی ستاد کرونا در مازندران آمل از بدترین مناطق شیوع کرونا در کشور است. شهرستان آمل روند بحرانی را طی کند و اگر همین گونه ادامه یابد بازگشت به شرایط عادی بسیار دشوار است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر امروز پنجشنبه 20 آذر 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 470 شهر از 181600 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 7113 نفر، در آذربایجان غربی به 6833 نفر، در اردبیل به 2177 نفر، در اصفهان به 10565 نفر

در مرکزی به 3718 و و نفر در هرمزگان به 1930 نفر و در همدان به 4440 نفر رسیده است لاری سخنگوی وزارت بهداشت رژیم گفت در هفته دوم آذر بیشترین میزان بستری در استانهای ایلام، سمنان، اردبیل، یاسوج و یزد گزارش شد که با اختلاف زیاد بالاتر از میانگین کشوری است در همین هفته بیشترین میزان مرگ در استانهای یز کردستان اردبیل خراسان جنوبی گزارش شد به رغم کاهش شهرهای قرمز و کاهش نسبی موارد بستری و مرگومیر کرونا در هفته گذشته اما نمودار موارد بستری در برخی استانها مانند گیلان مازندران و گلستان سعودی است و به رغم بهبود نسبی وضعیت در کشور وضعیت حساس، ناپایدار و شکننده است و بیم آن می رود که انگاری و آدی انگاری موجب خیز مجدد بیماری بشود. حریرچی معاون وزارت بهداشت گفت وضع تهران نگران کننده و شکننده است. چرا؟ فعلا تراکم در مترو و حمل و نقل عمومی قابل حل نیست. هر کاری می کنیم دوچار مشکل می شویم. الان هم بالاخره نگرانی اصلی ما از سرمایه سال هست. الان راه حل همه مشکلات را رفع محدودیت های کرونایی می دانیم. تا می خواهیم محدودیتی را اضافه کنیم می گویند اقتصاد مملکت را خراب کردید. الان که همه چیز را به کرونا نسبت می دهیم اشکال ندارد. نسبت بدهیم. ولی وقتی میخواهیم محدودیت ایجاد کنیم این که بگوییم تمام اقتصاد تحت تاثیر کرونا درست نیست در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت در تهران روزهای اخیر شاهد یک ازدهام قابل توجه در ترددهای درون شهری بودیم تنها در 48 ساعت گذشته ترددها 135 درصد رشد به خصوص در بخشهای مرکزی شهر داشته نسبت به سال گذشته همین موقع که کرونا نبود 6 درصد افزایش تردد در اون شهری را داشتیم که عدد نگران کننده است این حجم ازدهام می تواند در هفته های آتی موج های جدیدی از بیماری به ارمغان بیاورد سعید خال مدیر بهشت زهرا گفت در نه ماه گذشته برخی روزها تعداد متوفیان تهران اعم از کرونایی و غیر کرونایی به نزدیک 400 نفر رسیده در حالی که در سال 98 به طور متوسط روزانه 150 تا 170 فوتی در بهشت زهرا پذیرش شده اند از ابتدای کرونا حدود 22 هزار نفر متوفی کرونایی در بهشت زهرا پذیرش شده اند در فارس معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت طی 24 ساعت گذشته 33 مبتلا به کرونا جان باختند و آمار کل جان باختگان به 2750 نفر رسید. همکنون 307 بیمار کرونایی در آی سی یو بستری هستند. در مازندران سخنگوی ستاد کرونا گفت: آمل از بدترین مناطق شیوع کرونا در کشور است. آمل روند بحرانی را طی می‌کند و اگر همین گونه به تولید بیمار ادامه دهد بازگشت آن به شرایط عادی بسیار دشوار است بیماران بستری در آمل رشد بیش از ده درصدی داشته است و شناسایی بیماران مشکوک نیز از 100 نفر در روز به 120 نفر رسیده است دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 20 آذر 1399